وی را به اقدام فوری برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی در اشرف فراخواند. رونوشت این نامه برای دبیر کل ملل متحد و عموم ارگانهای بین المللی نیز ارسال شد. مریم رجوی در این نامه خواستار دخالت فوری آمریکا برای خروج نیروهای عراقی از اشرف شد. رئیس جمهور برگزیده مقاومت همچنین در نامه های دیگری به رئیس جمهور و وزیر خارجه و دیگر مقامات مسئول آمریکایی خواستار مداخله فوری نیروهای آمریکایی مستقر در عراق برای جلوگیری از این توطئه جنایتکاران شد. شش، حوالی نیمه شب شمار نیروهای عراقی که به دستور مالکی برای حمله به اشرف آماده شدند از 2000 تن گذشت و تا نخستین ساعات بامداد جمعه به بیش از 2500 تن رسید. فرماندهی این حمله جنایتکارانه را سپهبد علی قیدان، فرمانده نیروی زمینی عراق به دستور نوری مالکی بر عهده داشت. علاوه بر وی، سرلشکر ستاد ضیا، فرمانده لشکر پنج، سرلشکر ستاد طارق العزاوی، فرمانده عملیات دیالی، سرتیپ جمیل، معاون فرمانده عملیات دیالی و ده ها سرهنگ در اشرف مستقر شدند. همچنین از پنجشنبه شب پمپاژ آب اشرف قطع شد و ذخایر آب اشرف در هنگام شروع حمله در حال تمام شدن بود. در ساعت 2:30 بامداد جمعه 14 زرهی جدید از کمرشکنهای ارتش عراق در مقابل در شیر در غرب اشرف پیاده شد.